یک روز تا ابد. قسمت دهم، نوشته شده به قلم لینا روزبی حیدری، گوینده داستان اجمل غفوری. زندگی کن و لبخند بزن، به خاطر آنهایی که از نفست آرام می گیرند. سلام و درود عرض می کنم خدمت شما خوبانه که بی صبرانه منتظر شنیدن داستان از چینل افغانستان ژورنال هستین. خوشحال هستم که باز هم وقت نشر داستان یک روز تا ابد فرا رسید. قبل از آغاز داستان لطف کنین و چینل خودتان را سابسکرایب کرده دکمه زنگ را هم فشار بدین. اگر شما نیز داستان‌های روی دست دارین و می‌خواین از طریق این چینل به دست نشر سپرده شوه، می‌تونین از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان ژورنال برای ما بفرستین. آغاز داستان. نگاهش به زمین دوخت و گفت: دوست داشتن در این کشور فلاکت زده بسیار سخت است. چون هر روز شاید کسی را که بیشتر از جان خود دوست داری، شاید در انفجار و انتحار از دست بدی. او وقت زندگی بر انسان غیر ممکن میشه. من شاهد گریه های نیمه شب سه زنی هستم که هر سه همسرای خود را به این واقعه ها از دست دادن و حال خودم دلیل بزرگی بر نگرانی دارم که شاید از این به بعد خواب مرام از چشمایم بره بایه و او دلیل تو هستی. نگران تو هستم و فقط از تو خواهش میکنم اگه از خانه بیرون میری مواظب خودت باش. با ما بگو و ما تو را هر جایی که بخوایی میبرم. میخواستم دست سبو را بگیرم ولی منصرف شدم. با لبخند به سمت او نگاه کردم و گفتم: ما مواظب خودم هستم و ما بیشتر از خود نگران تو هستم که هر روز به دکان میری و بر خریدن اموال. ما دیشب تا وقتی که اون انفجار به وقوع پیوست به زندگی فکر میکردم که اگه واقعی اتفاق بفته ما شاید مرگ به زندگی ترجیح بتم. میخواستم به او بگویم که چقدر دوستش دارم و اگر او یک خراشم برداره ما توان دیدن او را نخواد داشتم. ولی هنوز اقدر با صبور به تکلف نشده بودم تا بتانم حرف دل ما همان گونه که هست به او بگویم. صبور که دید مام غمگین شدم لبخند زد و از جا برخاست و گفت: ما به تو وعده میتم که هیچ واقعی نخواد شد و چند روز بعد شیرنی خوری است و بعد از او هم ما و تو با هم میتونیم هر جا بریم و من نمیگذارم که تو تنها به جای بری. بعد با خنده بلندتر گفت: خلاص شد، روزای آزادی اید، حال هر جا که میخوای بری باید با ما بری و ما با تو باشم. و ما در دلم گفتم که در بند تو بودن برم از آزادی زیباتر است. ای کاش هر جا و هر لحظه تو مثل سایه با ما باشی و مرا تنها رها نکنی. به سمت دروازه اولی برفتن آغاز کرد و گفت: مادرم قرار است تو را بر خریدن پیرهن و دیگه چیزها به بازار ببره. روزش خودت تعیین کو و به ما بگو و ما همه چیز برنامه ریزی میکنم. سری گفتم: هر روزه که بر شما خوب باشه. صبور با دو انگشت بینی ما فشرد و گفت: چی عروس گپ شنوه؟ دروازه حویلی را گشود و خارج شد و گفت: نمیخوایم خداحافظی بگویم، خداحافظی بد میایه، تا فردا. خندیدم و گفتم: به خیر بیری تا فردا. وقتی مادرم و مریم به خانه برگشتن هوا تقریبا تاریک شده بود. رنگ مادرم پریده بود و همی که وارد خانه شد سری از ما خواست تا گولیایش با یک پیاله چای به او برسانم. از چهره مادرم میتونستم حدس بزنم که پاسخ کاکاها و زنایشان در مورد آمدن به شیرینی خوری چی بوده. ولی نمیخواستم مادرم اذیت کنم و از او بپرسم. به سمت مریم اشاره کردم و با او به آشپزخانه آمدم. در حالی که آب را بر چای به داخل چای جوش میریختم گفتم: حتما گفتن نه، و کاکا کریم مثل همیشه به مادرم اهانت کرد. مریم با خنده گفت: اهانت کار همیشگی اوناست، ولی ای بار بیشتر از اهانت سوال میکدن: بچه کی است؟ چی میکنه؟ وقت زرینه فهمید که دکان سر کوچه از صبور است، از مادرم پرسید که زهرا جان خودش صبور پیدا کرده یا خانواده صبور به خواستگاری آمده بودن. زرینه زن کاکا کریم پنج وقت نماز میخواند ولی هیچ کس از شر زبانش در امان نبود.
او زن حسود و مکار بود که چشم دیدن هیچ چیز به دیگران نداشت و کاکا کریم را کاملا کنترل میکرد. هر کاری که او میگفت همو کار را کاکا کریم باید به چون و چرا اجرا میکرد. سری حرف مریم قطع کردم و گفتم علاقه به شنیدن صحبتهای اونا ندارم. وقتی ما به کمکشان نیاز داشتیم و مادرم کوچه به کوچه به خانه های مردم میرفت تا لباس بشویه و کار کنه و خرچ ما را پیدا کنه، هیچ کدام اونا نامدن تا یک بوجی برنج را بر ما بیارن. حالم نظریاتشان بر ما مهم نیست و بهتر است که نیاین. مریم سر تکان داد و گفت کی گفته نمیاین؟ زرینک نبیایه آرامش نمیگیره. کاکا کریم نمیایه ولی زرینه گفته که با ملاله زن کاکا شریف حتما میاین. او باید بیایه که همه چیز را به چشم خود ببینه، اگر نه خوابش حرام میشه. خندیدم و گفتم زرینه یک رکعت نمازش قضا نمی کنه. کاکا کریم هم دوبار به حج رفته و دل خود خوش کرده که عاجیز، ولی فرزندای برادرش گرسنه چند متر به دور از خانهش زندگی می کنن و او حتی دیدا هم به دیدنشون نمی آید. گاهی از این مسلمانی دلم بد میشه. همه چیز برنامه‌ایش و همه چیز دروغ و به خاطر نام و نشان. فکر میکنن که خدا هیچ چیز نمیبینه و یا به نماز و حج اینا فریب خواد خورد. آب به جوشیدن شد و چای را سری درست کردم و با گولی ها به سمت اتاق مادرم رفتم. چهره مادر هنوز عبوس بود. نمیدانم در این چند روز چرا اقدر ضعیف شده بود. دو حلقه سیاه در دور چشمایش نقش بسته بود و انگار چند کیلو هم وزن باخته بود. می دانستم که فکر میکرد و نگران ای بود که همه چیز به خوبی سپری شود. بعد از او که گولی و چای را به دست مادرم دادم با صدای ضعیف گفت حاجی کریم میگه که اگر میخواستین ما بیایم باید قبل از دادن دختر با من مشوره میکردین. حالا که به مشوره ما ای کار کردین خودتان برین هر چی که میکنین بکنین و به من مربوط نیست. صحبت مادر ما قطع کردم چون نمیخواستم بیشتر از این انرژی خود را روی آدمای مثل حاجی کریم مصرف کنه و غصه بخوره. گفتم خیلی خوب شد. کاش زرینه هم نبیایه. آدمایی که در روز فاجعه نباشن ارزش بودن در روز شادی را ندارن. مادرم آرام گفت. میخواستم حداقل پیش خانواده صبورشان کم نبیاییم. و یا یکی دو خانواده از خودمان باشه. گفتم مادر، صبور اگر از جنس آدمای مثل حاجی کریم می بود، سحر دختر حاجی قاسم تاجر را می گرفت که هم پول داشت و هم مقبول بود. صبور به این مزخرفات اهمیت نمی ده. خانواده ما شما و مریم هستیم. خانواده کسی است که در روز خوب و بد با ما باشه. بر ما حاجی کریم از رحیمه و شوهرشان بیگانه تر است. رحیمه مثل عضو خانواده ما سو همیشه در غم و درد و شادی با ما بوده. رحیمه و شما کافی هستین. نمیخوایم دیگه نام حاجی کریم بشنو مادر. مادرم سرش روی بالشت گذاشته بود و حس کردم که درد پاهایش باز او را ناراحت کرده. لحاف روی او افگندم و با خودم فکر کردم که آدمای مثل حاجی کریم را چرا خدا خلق میکنه؟ آدمایی که نه از دین چیز میدانن و نه از انسان بودن. آدمای زمخت و بی‌احساسی که به خاطر اهداف خود حاضر هستند که زندگی دیگران را تباه کنند و اینقدر بی‌وجدان هستند که حتی عذاب وجدانم حس نمی‌کنند. ما از روزی که حاجی کریم مرد کهنسال همسن و سال خود را به خواستگاری ما به خانه ما آورده بود، نمی‌توانستم او را ببخشم. نمی‌دانم پدرم چگونه با او دو برادر که تا این حد آدمای بی‌احساس و بد بودند زندگی می‌کرد. انسان آگاه و مهربان بود پدرم. بعد فکر کردم شاید آدمای زشت مثل حاجی کریم باید باشند تا ما ارزش آدمای خوب مثل صبور یا پدرم بدانیم. سفره را جمع کرده و میخواستم با مریم در پاک کردن خانه کمک کنم که دروازه حویلی به صدا درآمد. مریم سری به سمت من نگاه کرد و با شرارت گفت پنجره پبته شرط که صبور است. و سری به سمت دروازه حویلی برا افتاد. ما که تا حال به ظاهر خود اهمیت نمی دادم، سری به تشناب دویده و موهایم مرتب کردم. نمی دانم چرا رنگم اقدر سفید و پریده بود. با انگشتایم گونه های ما کمه دست دادم و مساج دادم تا اندک رنگ بگیره و با شنیدن صدای صبور در دهلیز در جایم میخکوب شدم.
از تشناب خارج شدم و مریم دیدم که دو خریطه به دست به سمت آشپزخانه میره. خواستم مام به دنبال او برم که صدای صبور از اتاق مرا در جا نگه داشت. سلام و صبح بخیر زهرا جان. خوب هستی؟ مشتری در دکان امروز کم بود. فکر کردم چند دقیقه بیایم و خبر مادر جان بگیرم. مادرم به من اشاره کرد که نزد اونا برم. سرم را پایین انداخته و سلام و احوال پرسی مختصر کردم و در مقابل صبور در او طرف اتاق نشستم. صبور بار دیگه سکوت اتاق شکست و گفت: راستی مادر جانم گفتن که سبا بخیر میاین که زهرا جان را بر خریدن لباس و دیگه چیزا به بازار ببرن و شما و مریم جانم باید با مادرم برین. مادرم که انگار کاملا این موضوع را فراموش کرده بود گفت: سبا بسیار خوب است و خدا کنه که مثل امروز هوا زیاد سرد نباشه بچیم. ما را رفته نمیتونم و نمیخوایم که در بازار سربار همه شوم. مریم جان با زهرا جان میتونن برن، خودتام با اونا باش که تنها نباشن. مریم با پتنوس چای داخل اتاق شد و با شیطنت از صبور پرسید: ده ای خرید تنها بر عروس خریداری میشه یا بر خواهر عروس هم باید تحفه خریده شوه؟ مادرم به سمت او چشماش دور داده و اشاره کرد که خاموش باشه، ولی صبور با خنده سری گفت: خواهر عروس هم حق داره که هر چیزی که میخوای انتخاب کنه. ما حاضر هستم به خواهر عروس رشوت بدم تا کمک کنه همه چیز به خیر سپری شوه. میخواستم وقت رفتن تا دم دروازه او را امراهی کنم. از جا برخاست و با بوسیدن دست مادرم خداحافظی کرد. وقتی از دروازه اتاق خارج شدیم، سرش حین بستن بندهای بوتش بلند کرد و گفت: فردا هر چیزی را که میخوای انتخاب کن. نمیخوایم در مورد قیمت و چیزهای دیگه فکر کنی. از جا بلند شد و ای بار من شجاعت خاص را در خودم حس کردم. شاید چون نه مادر و نه مریم اونجا بود. سری در کنارش استادم و به سمت دروازه حویلی قدم برداشتیم. حس عجیب شادی در وجودم پیدا شد. دعا میکردم که دروازه حویلی 10 کیلومتر دور شوه و من فقط این گونه در کنار صبور ساعتها قدم بزنم. سختی زمین در زیر پاهایم نرم و سبک مثل ابر حس میکردم. هم گریم گرفته بود و هم میخواستم بخندم. صبور که متوجه ای حالت ما شد، سرش به سمتم دور داد و گفت: میشه که دور حویلی 2-3 دور را بریم و را رفتن بر آیسته برو را تمرین کنیم؟ با تعجب به سمتش نگاه کردم و فکر کردم جدیست، ولی ناگهان خنده‌ای کرد و گفت: برای اولین بار که با ما را میری خیلی عالی، هر قدم درست و برابر با قدم ماست. میبینی دوست داشتن چقدر خوب است؟ به دروازه حویلی رسیدم و ما هیچ وقت تا این حد از چیز بدم نامده بود که در اون لحظه از این دروازه بدم آمد. امراهی ما و صبور همونجا ختم شد. او دروازه را گشود و گفت: نمیتونم منتظر باشم که صبح شوه. ساعت 10 صبح آماده باشی. ما و مادرم ساعت 10 صبح اینجا خواد بودیم. گفتم حتما. خداحافظ. مراقب خودت باش. با دست دروازه حویلی را که در حال بستن او بودم نگه داشت و گفت. گفتم خداحافظ نگو. خندیدم و گفتم: ببخشین، تا فردا. تا صبح فردا. بخیر و سلامت برین و به مادر جانم سلام مرا برسانین. دستش از دروازه برداشت و گفت: حتما، تا مواظب خودت باش، تا فردا. دروازه را که بستم تمام خانه و حویلی به نظرم زیبا شده بود. جالب بود که حتی خودم از زیباترین دختر دنیا حس میکردم. دلم میخواست که در میان حویلی جست و خیز بزنم و آواز بخوانم. حتی آسمان ابری دلگیر امروز هم دوست داشتم. نمیتونستم لبخند را که بر چهرم نقش بسته بود بزدایم. در کنار دیوار استاده و چند خیز بلند زده و با دو دست درخت را تکان دادم و به دور او چرخیدم. ولی سری خودم را متوقف ساختم، چون نمیخواستم مادرم و مریم مرا در این حالت ببینن. با خودم فکر کردم که در این شهر چرا محبت را که اقدر زیباست، اقدر همه زندگی را با تمام نداشته ها و رنج هاش قابل تحمل و آسان میسازه؟ چرا خوبی ها را در مقابل یکدیگر ممنوع قرار دادن؟ چرا مردم بدی و خصومت و زشتی ها را میپذیرن و خوبی نمی کنن؟ ولی از محبت اراز دارند و می ترسن. چرا در این شهر حس مقدس عشق و محبت را به بدنامی گری زدن؟ خدا با عشق و محبت همه چیز را می آفرینه و
نه با تنفر و نفرت. پایان قسمت دهم.